5 روز بعد از تجمع و تظاهرات گروهی از آخوندها و طلبه های باند خامنه ای در قم که اونجا در کنار شعارها و پلاکاردهای متعدد علیه روحانی و دولتش پلاکارد ای آن که مذاکره شعارت استخر فرح در انتظارت سر و صدای بسیاری رو به پا کرد، اکنون به یک بمب در درون حوضه قم و به آواری بر سر تمامیت نظام تبدیل شده که بهمناسا هر چه میگذره ابعاد سهمگین تری پیدا میکنه. تا کنون شماری از مراجع و گردانندگان حوزه، سپاه پاسداران، وزارت کشور که در دولت روحانی هستند و شماره دیگری از مهره های نظام از هر دو باند در مورد اون موضع‌گیری کردند و خواستار رسیدگی به اون شدند. فرزندان رفسنجانی، فاطمه و فائزه هاشمی هم خواستار رسیدگی قضایی و پیگیری سرنخی که نوک اون در این جریان بیرون زد شدند. گزارش رو در این باره ببینیم. آوار شدن قضیه استخر فرح بر سر نظام. روز گذشته شماری از مراجع و مدرسان و آخوندهای دانه درشت حوزه در مورد این قضیه موضع گیری کردند. جامعه مدرسین حوزه قم در بیانیه‌ای با امضای آخوند محمد یزدی رئیس این نهاد تاکید کرد که تحرکات ناشایست، ناآگاهانه و بعضاً مغرضانه برخی در حاشیه تجمع طلاب و روحانیون دانسته یا ندانسته ضربه و خدشه‌ای بر حوزه و روحانیت وارد ساخت. مرجع حکومتی مکارم شیرازی طی بیانیه‌ای این قضیه را که در آن رئیس جمهور را تهدید به مرگ می‌کرد و اعتراف ضمنی به مطالب دیگری داشت، یک فاجعه به تمام معنا توصیف کرد و خواستار آن شد که مسئولین حوزه و مسئولین سپاه روشن سازند آیا با اجازه آنها گروهی از سپاهیان در این برنامه شرکت داشته‌اند. متعاقبا سپاه پاسداران هم طی بیانیه‌ای برخی شعارها و دست‌نوشته‌های این تجمع را محکوم کرد و هر گونه دخالت خود یا کارکنانش را تکذیب نمود. این تکذیب در حالی است که سخنران دوم این مراسم پاسدار حسین طیبی فر موسوم به امام جعفر صادق علیه السلام قم به عنوان سخنران دوم این مراسم وضعیت فعلی کشور را به دلیل وجود قارونگرایانی که برای براندازی مسئولیت گرفته‌اند دانست و گفت بسیاری از فتنه‌گران درجه یک در گوشه و کنار کشور به عنوان مسئول در حال فعالیت هستند. سخنران اول این مراسم که اظهاراتش مکارم شیرازی و سایر آخوندهای قم را به خشم آورده و آخوند مکارم او را گوینده‌ای که هیچ اطلاعی از وضع حوزه ها ندارد توصیف کرده، حسن رحیم‌پور اسقدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی رژیم است که به طور جریانوار برای آخوندها و طلاب قم و مشهد سخنرانی می‌کند و سخنرانی‌های او هر هفته از یکی از شبکه‌های تلویزیون حکومتی پخش می‌شود. اسقدی در سخنرانی خود تمام نهادهای حاکمیت از جمله حوزه‌های آخوندی را مورد حمله قرار داد و گفت زمانی که مشکل مدیریتی وجود دارد یا مافیا یا افراد سفیه و نادان در مسئولیت هستند. وی با حمله به حوزه و گردانندگان آن گفت ریشه سکولاریسم در حوزه بوده و در حوزه به مسائل روز کشور و مسائل حل نشده توجه نمی شود و در زمینه فقه بانکی و اقتصادی بیسوادی در حوزه موج می زند. در این جریان فرزندان رفسنجانی که پیش از این نیز مرگ پدر خود را مشکوک خوانده بودند وارد شده و خواستند که در مورد سردمداران این تجمع که به قتل رفسنجانی اقرار کردند پیگیری و تحقیق صورت بگیرد. فاطمه هاشمی در یادداشتی با عنوان اثبات شبهات مرگ پدر، سکوت معنادار مسئولان ردبالای نظام و قضایی کشور را مورد سوال قرار داده و میگوید این مهم علاوه بر اینکه شبهات و ابهامات اعلام شده توسط اعضای خاندان در مورد مرگ مشکوک پدرم را که تاکنون بی پاسخ مانده است قوت میبخشد، تهدید رئیس جمهور به قتل شبیه مرحوم پدرم است و صراحتاً مرگ ایشان را ترور و قتل آن هم خفه کردن در آب اعلام میکند. فائزه دختر دیگر رفسنجانی هم خواستار پیگیری مرگ مبهم پدرش و پلاکارد تجمع طلاب در مدرسه فیضیه قم از سوی دستگاه‌های امنیتی و شورای عالی امنیت ملی شد. او در گفتگو با شبکه یورونیوز گفت که علی‌رغم پیگیری‌های شورای عالی امنیت ملی، ابهام او و خانواده‌اش درباره مرگ رفسنجانی رفع نشده است.